بسم الله الرحمن الرحیم. با جلسه اول درس رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان در خدمت شما عزیزان هستم. این جلسه ابتدا میخوام برخی وسایل و لوازم مورد نیاز برای نقشه‌کشی که شما در کلاس عملی لازم دارید از اونها استفاده بکنید تا ترسیمات خودتون رو انجام بدیم خدمت شما معرفی کنم و در ادامه به روش رسم برخی اشکال و خطوط هندسی خواهیم پرداخت. اولین وسیله که شما نیاز دارید میز و یا همون تخته رسم هستش که در حقیقت این میز توی کلاس عملی که تشکیل خواهد شد در اختیار شما قرار داده میشه و با صندلی که داره شما از این میز استفاده میکنید و ترسیمات خودتون رو روش انجام میدید. اما کاغذ مناسب رو باید خودتون تهیه بکنید و توصیه میکنم از کاغذهای شطرنجی میلیمتری که توی بازار هست استفاده بکنید و رنگهای مختلفی وجود داره، رنگهای سبز، قرمز و آبیش بیشتر مرسوم هست و رنگ آبیش رو من برای شما توصیه میکنم که چشم شما رو کمتر اذیت کنه. ابزار بعدی خطکش تی هست، خطکشی که سمت چپ تصویر شما مشاهده میکنید. برای رسم یک سری خطوط موازی و عمود بر روی کاغذ با کمک میز رسم شما حتما به این خطکش نیاز پیدا خواهید کرد. دو تا گونیا تصویر سمت راست رو اگه مشاهده کنید، گونیای 360 درجه و گونیای 45 درجه رو شما نیاز دارید برای اجرای ترسیمات خودتون که توی این درس تهیه بکنید. مدادهای مورد نیاز برای درس رسم فنی، یکی مداد HB برای رسم خطوط ضخیم هستش و دیگری مداد H برای رسم خطوط نازک هستش که لازمه برای اینکه شما بتونید اشکال رو به درستی ترسیم بکنید و خطوط اون ویژگی های خاصی که باید داشته باشن رو بتونید شما به راحتی نشون بدید، میتونید از این دوتا مداد استفاده بکنید و برای رسم خطوط ضخیم از مداد HB و برای خطوط نازک از مداد H که سخت‌تر هستش و کم رنگ‌تر می‌نویسه استفاده بکنید. وسیله بعدی چسب کاغذی هست. برای اینکه شما کاغذ میلیمتریتون رو بتونید روی میز یا تخته رسم نصب بکنید و کاغذ تکون نخوره و یک بار شما اون رو روی تخته فیت بکنید و بارها بتونید ازش استفاده بکنید، لازمه که از چسب کاغذی استفاده بکنید و کاغذ رو روی میز بچسبونید. پرگار ابزار بسیار مهمی توی رسم فنی هستش، بنابراین توصیه میکنم یک پرگار مناسب تهیه بکنید، حتی مقدور پرگاری باشه که دهانه اون قابل تنظیم باشه به طوری که وقتی که شما دارین کمانی میزنید یا دایره‌ای دارید رسم میکنید دهانه اون خود به خود تغییر اندازه نده، یعنی باز یا بسته نشه. بنابراین توی تهیه پرگار حتما دقت لازم رو انجام بدید. وسیله بعدی که حالا اینجا آوردم برای شما اما توصیه نمی‌کنم که حتما تهیه بکنید، پیستوله هستش. پیستوله ها برای ترسیم خطوط منحنی استفاده میشه. بعضا برخی نقاطی وجود دارن که ما نیاز داریم این نقاط رو به صورت منحنی به همدیگه وصل بکنیم، اما این منحنی ها به هیچ ارتباطی با کمانهای هندسی که وجود داره ندارن، یعنی نقاط روی هیچ شکل هندسی مشخصی قرار ندارن. به عنوان مثال اون نقاطی که من دارم روی کمان یک دایره قرار نمیگیرن که من به کمک یک دایره یا کمک پرگار بیام این نقاط رو منحنیش رو به هم دیگه وصل بکنم. برای این منظور میام از پیستوله استفاده میکنم و پیستوله رو اونقدر روی اون نقاطی که دارم تغییر میدم تا اینکه بهترین قسمتی که بهترین منحنی که از تمام اون نقاط من عبور میکنه رو پیدا بکنم و بعد با کمک پیستوله ترسیمش کنم. حالا پیستوله ها دو نوع دارن، پیستوله ثابت و پیستوله ماری هستش که شما تو این تصویر مشاهده میکنید. پیستوله ثابت به این صورت سری اشکال مشخص و ثابت رو، ولی پیستوله مالی رو شما میتونید با دستتون تغییر شکل توش ایجاد بکنید و منحنی های متنوعی رو باهاش ترسیم بکنید. ابزار بعدی شابلون هستش. چنانچه ما ترسیمات هندسی در واقع بخوایم تصاویر مجسمی رو تولید بکنیم گاهن نیاز به این شابلون ها پیدا میکنیم، اما در این درس در این کلاس من توصیه نمیکنم که شما شابلون تهیه بکنید، چون اون ترسیمات هندسی در واقع تصاویر مجسمی که ما رسم میکنیم شما به کمک روش های رسم هندسی میتونید این اشکال مورد نیاز خودتون رو رسم بکنید، بنابراین نیازی به استفاده از شابلون نیست. اما پاک کن حتما شما در این کلاس بهش نیاز پیدا خواهید کرد. مداد تراش و نقاله هم معمولا کمتر اینجا مورد استفاده قرار میگیره، مگر اینکه بخواید شما یک
زاویه ای رو اندازه گیری بکنید و توصیه نمیشه چندان که حتما نقاله تهیه بشه. در اینجا میخوام طریقه نصب کاغذ رو روی میز یا تخته رسم خدمت شما عرض بکنم. این صفحه زرد رنگ و اگه تخته رسم خودتون در نظر بگیرید، شما یکی از لبه های این تخته رو به عنوان مرجع در نظر میگیرید. بسته به این که شما راست دست باشید یا چپ دست باشید، به دلخواه میتونید یکی از لبه ها رو مرجع در نظر بگیرید. مرجع یعنی این که شما فرض میکنید که این لبه کاملا صاف هستش و کاغذ خودتون رو نسبت به این لبه روی میز فیکس میکنید، ثابت میکنید و در ادامه تمامی ترسیماتون رو با این لبه مرجع انجام میدید. یعنی اگه قرار خطوط موازی رسم کنید، اگه خطوط افقی رسم کنید، خطوط عمود رسم بکنید، شما از این لبه مرجع استفاده خواهید کرد. حالا چون اغلب دوستان راست دست هستن، من لبه سمت چپ میز رو به عنوان مرجع در نظر میگیرم و به این صورت خطکش تیر رو روی میز قرار میدم. خب بعد از اینکه خطکش تیر روی میز ثابت قرار گرفت، کاغذم رو به این ترتیب روی خطکش تی قرار میدم تا به صورت نسبت به لبه مرجع من کاملا افقی قرار بگیره و لبه های کاغذ رو به این ترتیب چسب میزنم. خب این از طریقه نصب کاغذ روی میز بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم. ترسیمات هندسی. در اینجا میخوام روش رسم برخی اشکال هندسی یا برخی خطوط یا برخی روابط هندسی رو خدمت شما عرض بکنم. در ابتدا نحوه ترسیم خط افقی و عمودی رو بر روی صفحه کاغذی که روی میز خودتون نصب کردین نشون میدم. خب صفحه کاغذ رو که روی میز نصب کردین، خطکش تیر رو به این صورت روی کاغذ قرار میدین و یک خط افقی به کمک خطکش تی رسم میکنید. برای رسم خطوط عمود هم کافیه یکی از گونیاها، حالا یا گونیای 45 درجه یا گونیای 360 رو به این صورت روی خطکش تی قرار بدید و خط عمود خودتون رو رسم بکنید. بنابراین به سادگی میتونید خطوط عمودی و افقی رو روی کاغذ ترسیم بکنید. نحوه ترسیم خط عمود بر یک خط دیگر. گاهن شما یک خطی دارید و لازم دارید یک خط دیگه ای رو عمود بر این خط رسم بکنید. ابتدا گونیا رو از روی بتر خودش بر روی این خط مماس میکنید، به این صورت که توی شکل میبینید. در ادامه خطکش یا یک گونیای دیگر رو روی قاعده کوچک این گونیا قرار میدین تا گونیا ثابت بمونه و حالا شما گونیا رو میچرخونین روی قاعده بزرگترش به این ترتیب و خط عمودتون رو رسم میکنید. مشاهده میکنید که به سادگی شما تونستین خطی رو عمود بر خط قبلی ترسیم بکنید. اجازه بدین من دوباره خدمتتون نشون بدم. این خطی رو دارم، میخوام یک خط دیگه عمود بهش رسم بکنم. به این صورت گونیا رو روی بترش مماس میکنم به این خط، خطکش یا گونیای دیگه رو زیر گونیای قبلی قرار میدم تا ثابت بمونه و سپس گونیام رو میچرخونم روی قاعده بزرگترش و خط عمود رو به این ترتیب رسم میکنم. در نهایت نتیجه رو به این صورت شما مشاهده خواهید کرد. نحوه ترسیم خطوط موازی. یک خطی رو در صفحه دارم، میخوام یک خط دیگری رو موازی با این خط رسم بکنم. مثل روش قبل گونیا رو از روی بتر بر روی این خط مماس میکنم، یک گونیای دیگه یا یک خطکشی رو زیر قاعده کوچک این گونیا قرار میدم تا گونیای من ثابت بمونه و سپس اون رو سر میدم روی گونیایی که زیرش قرار دادم. به این صورت مشاهده بکنید و در هر موقعیتی که مطلوبم بود خط موازی بعدی رو به این صورت رسم میکنم که نتیجه به این صورت حاصل میشه. اما یک روش دیگه هم برای ترسیم خطوط موازی وجود داره. چنانچه ما بخوایم خط موازی که داریم رسم می‌کنیم حتما از یک نقطه خاصی عبور بکنه، میتونیم از این روش هم استفاده بکنیم که البته این روش برای سر زمین، برای موارد اجرایی هم میتونه کاربرد داشته باشه. به این صورت که ما یک خط آبی رو داریم و میخوایم یک خط دیگه موازی آبی رسم می‌کنیم که حتما از نقطه C عبور بکنه. ابتدا نقطه A رو به نقطه C وصل می‌کنم به این صورت. سپس وسط اون رو پیدا میکنم که حالا در ادامه روش پیدا کردن عمود منصف بارخط هم خدمت شما عرض خواهم کرد.
وسط رو اسمش رو M میذارم و N رو به B وصل میکنم. از M به اندازه MB امتداد میدم تا B پرین تشکیل بشه. حالا اگه B پرین و C رو به هم وصل کنم، ما تونستیم دو تا خط موازی رسم کنیم که از نقطه C عبور کرده. نحوه ترسیم عمود مناسب. با این روش شما آشنا هستید و توی مدرسه قبلا این رو خوندید. اینجا حالا دوباره یک مروری رو با هم دیگه انجام میدیم، چون زیاد در اینجا ازش استفاده میکنیم. برای شما عزیزان یادآوری کردم توی این قسمت. خب میخوایم پاره خط AB رو یک عمود مناسب برش رسم بکنیم، یعنی یک خط دیگر عمود بر این پاره خط رسم بکنیم که این پاره خط رو هم به دو قسمت تقسیم بکنه. از رأس A یک کمان دلخواه میزنیم. دقت کنید شعاع این کمان دلخواه باید بیشتر از نصف فاصله AB باشه، یعنی به طور چشمی اگه ما AB رو بخوایم نصف تقسیم بکنیم، این کمانی که میزنیم بزرگتر از اون فاصله نصف باشه. از رأس B هم به همین صورت یک کمانی رو میزنیم و امتداد میدیم. این دوتا کمان هم دیگر رو در دو نقطه قطع میکنن. اسم این نقاط رو اگه دی و سی بذارم و اینها رو به هم دیگه وصل بکنم، عمود منصف این پاره خط به دست اومده. یک خطی که هم عمود بر این پاره خط هست هم اون رو به دو قسمت تقسیم. حالا چنانچه بخوایم عمودی بر یک پاره خط وصل کنیم که از یک نقطه بخصوصی هم عبور بکنه، به این صورت عمل میکنیم. ابتدا باید بخشی از این پاره خط رو ما مشخص میکنیم. برای این منظور یک به مرکز نقطه G که قرار اون عمود مزش عبور بکنه کمانی رسم میکنیم که این پاره خط AB ما رو توی دو نقطه قطع بکنه. به این صورت اون دو نقطه اسمش رو DE میذاریم. بعد اینکه این دو نقطه مشخص شد، حالا این بار پاره خط DE رو در نظر میگیریم و با همون روشی که توی سلاید قبل خدمت شما عرض کردم عمود مناسب اون رو رسم میکنیم. به این ترتیب به رأس D یک کمان دلخواه میزنیم، به رأس ای هم یک کمان دلخواه میزنیم و حالا محل تلاقی این دوتا کمان رو H مینامیم و H رو به G وصل میکنیم. به این ترتیب ما تونستیم عمودی بر پاره خط AB ایجاد بکنیم که حتما از نقطه G هم عبور کرده. تقسیم یک پاره خط به تعداد قسمت‌های مساوی. خب گاهن ما میتونیم پاره خط‌هایی که داریم طول مشخصی دارند و ما میتونیم با کمک ابزارهای هندسی که در اختیار داریم پاره خط‌ها رو به تعداد قسمت‌هایی که دلمون میخواد تقسیم بکنیم. اما بعضی مواقع هم طول پاره خط‌های ما مناسب نیست، یعنی ما نمیتونیم به سادگی اون رو با کمک روابط ریاضی و محاسباتی یا به کمک ابزار هندسی اون رو به قسمت‌های مساوی تقسیم بکنیم. در این موارد چیکار میکنیم؟ در این موارد میایم از پاره خط‌های کمکی استفاده میکنیم. از پاره خط‌هایی که طولشون مشخصه و ما میتونیم به سادگی اونها رو به تعداد قسمت‌های دلخواهی که میخواهیم تقسیم بکنیم استفاده میکنیم و بعد اون تقسیم بندی رو روی پاره خطمون پیاده میکنیم. به این صورت ما پاره خط AB رو داریم، میخواهیم مثلا به 5 قسمت مساوی اون رو تقسیم بکنیم، اما طول پاره خط طوریه که ما نمیتونیم، روند نیست، تقسیماتش روند نمیشه و ما نمیتونیم به سادگی اون رو به کمک ابزار تقسیم بکنیم. بنابراین میاییم از یک خط کمکی استفاده میکنیم. به این صورت یک خط کمکی رو از رأس A رسم میکنیم به طوری که این خط کمکی رو میتونیم به 5 قسمت مساوی به سادگی تقسیم کنیم، یعنی اندازه این خط رو ازش مطلع هستیم. دهانه پرگار رو به اندازه دلخواهی که میخواهیم این خط رو تقسیم بکنیم باز میکنیم و کمانهای متوالی روی این خط میزنیم تا این خط رو به 5 قسمت دلخواهی که میخواستیم تقسیم بکنیم. در ادامه آخرین نقطه‌ای که روی خط کمکی ایجاد شده رو به نقطه انتهایی پاره خطمون وصل میکنیم، یعنی این نقطه رو به نقطه B وصل میکنیم. به این صورت و سایر نقاط رو هم به موازات همین خط وصل میکنیم به پاره خط AB که در نهایت قسمت هایی از پاره خط AB جدا میشه و چنانچه ما اونها رو علامت بزنیم خواهید دید که پاره خط AB رو ما تونستیم به سادگی به 5 قسمت مساوی تقسیم بکنیم. خب رسم برخی زوایای مخصوص. بعضی از زوایاها وجود دارن که شما به سادگی میتونید با کمک ابزارتون
رسم بکنید. به عنوان مثال زاویه 30 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 90 درجه، اینها رو به سادگی میتونید با کمک گونیاهایی که در اختیار دارید رسم بکنید و همتون هم باهاش آشنا هستید. اما زاویه 105 درجه و 75 درجه هم شما میتونید خیلی راحت و به سرعت روی کاغذ بدون اینکه از نقاله استفاده بکنید رسم بکنید. به این ترتیب که شما گونیای 45 درجه رو به این صورت روی کاغذ قرار میدیم و قاعده بزرگ گونیای 360 رو قرار میدین روی بتر گونیای 45 درجه. به این ترتیب و شما میتونید خیلی راحت زاویه 105 درجه یا 75 درجه که مکمل هم دیگه هستن رو ایجاد بکنید. یا توی این تصویر شما مشاهده میکنید که دو تا گونیای 45 درجه و 360 رو میایید از روی وترشون روی هم دیگه قرار میدید و به این ترتیب با تقاطع هر خطی شما میتونید به سادگی زاویه 15 درجه یا 165 درجه رو روی اون خط به سرعت جدا بکنید. نحوه تقسیم کمان به دو قسمت مساوی. خب تقسیم یک کمان به دو قسمت مساوی مثل تقسیم یک پاره خط به دو قسمت مساوی هستش و شما میتونید از همون روش عمود مناسب استفاده بکنید. به این ترتیب که از رأس اول این کمان یک کمان دیگه میزنید به طوری که از نصفش بیشتر باشه و در دو طرف این کمان رو امتداد میدید و همین ترتیب به رأس بی یک کمان دیگه میزنید که توی دو تا نقطه این دو تا کمان همدیگر رو قطع کردن. این دو نقطه رو اسمش رو سی و دی میذارید و همدیگه وصل میکنید. محل تلاقی کمان مورد نظر ما با خطی که ترسیم کردیم جاییه که تونستیم این کمان رو به دو قسمت تقسیم. نحوه ترسیم نیمساز زاویه. نیمساز زاویه هم شما اغلب با اون آشنا هستید و توی دوران مدرسه شما باهاش کار کردید. اما اینجا دوباره برای یادآوری خدمت شما عزیزان عرض میکنم. به رأس بی یعنی رأس زاویه که میخواهید نصفش بکنید یک کمان دلخواه میزنید به این ترتیب که دو ساق زاویه یا دو تا ضلع زاویه رو اومده توی دو تا نقطه دی و ای قطع کرده. به این صورت از یکی از این نقاط مثلا دی یک کمان دلخواه به این ترتیب میزنید که از نصف کمان بزرگتر باشه. نصف کمان دی که کشیدم بس این کمانی که از رأس دی میزنم بزرگتر باشه. پرگار رو روی نقطه ای قرار میدم و یک کمان دیگه به این صورت میزنم. این دو تا کمان همدیگر رو توی یک نقطه قطع میکنم. چنانچه از این نقطه من خطی به رأس بی وصل بکنم این زاویه من نصف میشه و نیمساز زاویه به این صورت ترسیم میشه. اما نحوه دو برابر کردن زاویه، ما به همین ترتیب میتونیم یک زاویه رو هم دو برابر بکنیم به طوری که به رأس B یک کمان دلخواه میزنیم و اون کمان رو امتداد میدیم. به این صورت کمان رو امتداد میدیم. این کمان دو تا ساق زاویه رو توی E و D قطع کرده. به رأس D و به شعاع DE به این صورت یک کمان دیگه میزنیم، یک کمان بزرگ به این صورت رسم میکنیم. پس به رأس D به شعاع DE اسمشو R میذاریم و به این صورت یک کمان بزرگ میزنیم. این دوتا کمان توی یک نقطه همدیگر رو تلاقی کردن. این نقطه رو F مینامیم و به این صورت یک ساق برای اینجا این زاویه رسم میکنیم و مشاهده میکنیم که زاویه ما دو برابر شد. رسم مثلث با اضلاع معلوم A, B و C. خب برای اینکه یک اعداد یعنی سه تا ضلع بتونن با هم دیگه یک مثلث رو تشکیل بدن، میدونید که جمع دو ضلع باید از ضلع دیگه بیشتر باشه. به عنوان مثال چنانچه ما بخوایم این سه تا مقدار رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا یک مثلث تشکیل میدن یا نه، بایستی جمع A با B بزرگتر از C باشه. به همین ترتیب جمع C با B باید بزرگتر از A باشه و جمع A با C هم باید بزرگتر از B باشه. بعد از اینکه این بررسی رو انجام دادیم حالا میفهمیم که میتونیم باهاش یک مثلث رسم بکنیم. خب برای شروع ما پاره خط AB رو به طول A رسم میکنیم به این صورت. از رأس A دهانه پرگار رو به اندازه ضلع C باز میکنیم و یک کمان رسم میکنیم به این ترتیب. از رأس B هم به اندازه ضلع B یک کمان میزنیم. این دوتا کمان همدیگر رو توی یک نقطه قطع میکنن. به این ترتیب این نقطه رو سی مینامیم و
رأس ها رو به هم دیگه وصل میکنیم و تونستیم یک مثلث با اضلاع A, B, C به این صورت ترسیم بکنیم. رسم مماس بر دایره از نقطه خارج از آن. یک نقطه خارج یک دایره قرار داره و ما میخواییم از این نقطه یک مماس به این دایره رسم بکنیم. ابتدا باید نقطه رو به مرکز دایره وصل بکنیم به این صورت. در ادامه باید عمود منصف پارخط OP یعنی پارخطی که مرکز رو به نقطه P وصل کرده رو رسم بکنیم. به این ترتیب عمود منصف رو با روش هایی که قبلا گفتم رسم میکنیم و اسمش رو X مینامیم. حالا به مرکز X و به شعاع XP یک نیم دایره رسم میکنیم به این صورت. محل تلاقی این نیم دایره با دایره قبلی رو O T مینامیم به این صورت و از نقطه P به این قسمت یک پارخطی رو رسم می‌کنیم که پارخط TP مماس بر دایره O هستش. رسم کمانی از دایره مماس بر دو دایره دیگر یا اصطلاحاً مماس خارجی. ما دو تا دایره داریم، میخوام یک دایره سومی رسم بکنم که همزمان به هر دو تا دایره‌ای که الان وجود داره مماس باشه. دو دایره با شعاعهای R1 و R2 داریم به این ترتیب O1 O2 R1 R2 و میخواهیم این دو را به یک کمان با شعاع R مماس خارجی کنیم. یک کمان یا یک دایره با شعاع R میخوایم رسم بکنیم که به این دو تا مماس خارجی باشه. خب چنانچه دو تا دایره قرار باشه به هم مماس خارجی باشند، بنابراین مراکز این دو تا دایره به اندازه جمع شعاعهاشون با هم فاصله دارن. یعنی اگر دایره با شعاع R بخواد با دایره به شعاع R1 مماس بشه، مرکز O1 با مرکز O بایستی فاصله شون برابر با R1 به علاوه R باشه. بنابراین من به مرکز O1 یک کمان میزنم به شعاع R1 به علاوه R به این صورت. همین قاعده برای دایره O2 هم وجود داره. بنابراین به مرکز O2 من یک کمان میزنم به شعاع R2 به علاوه R به این ترتیب. این دوتا کمان همدیگر رو در یک نقطه قطع خواهند کرد. این نقطه میشه مرکز دایره سومی که قرار برای دوتا دایره دیگه مماس خارجی باشه. اسمش رو O3 میذارم و به این ترتیب دایره رو رسم میکنم به شعاع R. شعاعش رو چطور تعیین میکنم؟ پرگار رو روی نقطه O3 میذارم و بر یکی از این دایره ها یک مماس رسم میکنم و اونو ادامه میدم. قطعا دایره بعدی رو هم بهش مماس خواهد شد. به این ترتیب بنابراین من تونستم یک دایره ای رسم بکنم که با دو دایره قبلی مماس خارجی هستش. حالا همین کار رو میتونیم برای مماس داخلی هم انجام بدیم. یعنی میخوام یک دایره سومی رسم کنیم که این دوتا دایره قبلی داخل اون قرار داشته باشن و اصطلاحا بهش مماس داخلی گفته میشه. دوتا دایره های قبلیمون شعاع R1 و R2 دارن، میخوام یک دایره دیگه با شعاع R رسم بکنم که این دوتا داخلشون قرار داشته باشه، در واقع مماس داخلی باشن. بنابراین مرکز این دوتا دایره چطور با هم رابطه دارند؟ فاصله مرکز دایره سوم با مرکز O2 برابر با R دایره بزرگتر منهای R دایره کوچکتر، یعنی R منهای R2. به این ترتیب مشاهده میکنید من یک به مرکز O2 یک کمانی میزنم به شعاع R منهای R2 به این ترتیب. به همین ترتیب به مرکز R1 یا مرکز O1 یک کمان دیگه میزنم به شعاع R منهای R1. این دوتا کمان همدیگر رو یک جایی قطع خواهند کرد. اینجا میشه مرکز دایره سوم من که از اونجا یک دایره دیگه طوری رسم میکنم که به دوتا دایره قبلی من مماس باشه. خب توجه بکنید که این دایره ها منحصر به فرد نیستن و دوایر متعددی میتونن این ویژگی رو داشته باشند. به این صورت
رسم مماس مشترک خارجی بین دو تا دایره با شعاهای مساوی. خب این کار ساده ای هست، ما دو تا دایره با شعاهای مساوی داریم، میخوام مماس خارجی بهشون رسم کنیم، یعنی یک پاره خطی رسم کنیم که خارج به خارج با دو تاشون مماس باشه. ابتدا مراکز این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنیم، دو تا خط عمود بر پاره خط O1 O2 به این صورت از مرکز دوایر رسم میکنیم و محیط دوایر رو هر جا قطع کردن قسمت ها رو به هم دیگه وصل میکنیم و به این صورت مماس مشترک خارجی دوتا دایره با شعاع مساوی ترسیم میشه و به این صورت شما نتیجه رو مشاهده میکنید. حالا مماس مشترک داخلی بین دوتا دایره با شعاع مساوی رو میخوایم ترسیم میکنیم. باز هم لازمه که ما ابتدا مراکز این دایره ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. تو این قسمت ابتدا باید عمود منصف O1 O2 رو هم ترسیم بکنیم. به این صورت نقطه A وسط پاره خط O1 O2 هستش. مجدداً عمود منصف A O1 رو هم رسم می‌کنیم. به این صورت نقطه B وسط پاره خط A O1 هستش. خب حالا به مرکز B به شعاع BO من یک کمان می‌زنم. به این ترتیب که دایره O1 منو توی نقطه C قطع کرده، این نقطه رو به A وصل میکنم و امتداد میدم تا دایره O2 من رو هم قطع بکنه. ببینید خطی که رسم کردم، خط آبی رنگ، به دو تا دایره من مماس داخلی هستش، مماس مشترک داخلی هستش. رسم مماس مشترک خارجی بین دو دایره با شعاهای مختلف. دو تا دایره دارم که شعاهاشون مختلفه، دایره O1 و O2 که شعاع R بزرگ و R کوچیک رو دارن. میخوام مماس مشترک خارجی رو بینشون رسم بکنم. ابتدا باید مراکز اینها رو به هم دیگه وصل بکنم و طبق روش قبل عمود منصف اونها رو هم رسم بکنم. به رأس A و به شعاع AO1 یا AO2 یک کمان به این صورت رسم میکنم که دایره رو، دایره قرمز رنگ و سبز رنگ رو به این صورت توی دو تا نقطه قطع کرده. حالا یک دایره دیگه داخل دایره بزرگتر رسم میکنم به شعاع R منهای R کوچیک. دایره کوچکتری داخل دایره بزرگ رسم میکنم به طوری که شعاعش برابر باشه با R بزرگ منهای R کوچیک. به این ترتیب دایره رو رسم میکنم. مشاهده میکنید کمانی که قبلا زده بودم با این دایره ای که الان رسم کردم همدیگر توی نقطه B قطع کردم. از مرکز O1 به نقطه B وصل میکنم و امتداد میدم تا دایره قرمز رنگ رو توی نقطه C قطع بکنه. حالا از اینجا به مرکز O2 یک پاره خطی رو به موازات O1C رسم میکنم به این صورت و دایره سبز رنگ رو توی نقطه D قطع میکنه. نقطه C رو اگه به نقطه D وصل بکنم به این ترتیب من تونستم مماس مشترک خارجی بین دو تا دایره با شعاهای مختلف رو ترسیم بکنم. به همین ترتیب من میتونم مماس مشترک داخلی رو هم بین دو تا دایره با شعاهای مختلف رسم بکنم. اول بعد مراکز رو به هم وصل بکنم، عمود منصفش رو رسم بکنم، به رأس A به شعاع AO1 یا AO2 یک کمان میزنم. این بار در مرکز O1 یک دایره رسم میکنم که شعاعش برابر با R بزرگ به علاوه R کوچیک باشه. به این صورت باز همین کمان و دایره جدید هم دیگر تو نقطه B قطع کردن. از مرکز O1 به این صورت یک پاره خط رسم میکنم O1B که دایره قرمز رنگ رو توی نقطه C قطع کرده. به همین ترتیب به مرکز O2 یک پاره خطی موازی پاره خط O1C ببخشید موازی پاره خط O1B رسم میکنم تا دایره سبز رنگ رو توی نقطه D قطع بکنه. حالا اگه نقطه C رو به نقطه D وصل بکنم مماس مشترک خارجی ما به این ترتیب به دست خواهد اومد. تقسیم یک دایره به 8 قسمت مساوی. خب کار بسیار ساده ای هست، شما خیلی راحت همین الان هم میتونید یک دایره رو به 8 قسمت مساوی تقسیم بکنید. به این ترتیب ابتدا قطر افقی و عمودی رو رسم میکنیم و بعد به سادگی به کمک گونیای 45 درجه شما میتونید این دایره رو به 8 قسمت مساوی
تقسیم بکنید. تمام. اما نحوه ترسیم یک پنج ضلعی منتظم، یعنی من میخوام یک دایره رو به پنج قسمت مساوی تقسیم بکنم، به چه صورت؟ خب، عمود منصف ابتدا قطر افقی و عمودی رو مثل اسلاید قبل تو این دایره رسم میکنیم و نقطه A و O که مرکز دایره است، نقطه A هم در حقیقت قطر افقی در سمت چپ دایره جایی که با هم تلاقی کردن، اسمش رو A گذاشتم. نقطه AO یک پارخطی رو ایجاد میکنه و این پارخط رو میام من وسطش رو پیدا میکنم به کمک روش عمود منصف. وسط این پارخط AO رو پیدا میکنم و اسمش رو B میذارم این قسمت. حالا به رأس B و به شعاع BE. E چیه؟ E محل تلاقی قطر عمودی این دایره هست با محیط دایره. پس به رأس B به شعاع BE یک کمان رسم میکنم تا امتداد قطر افقی رو در نقطه C قطع بکنه. مجددا به رأس E و به شعاع EC یک کمان رسم میکنم. کمان من دایره رو توی قسمتی تو این قسمت قطع میکنه. اینجا رو علامت گذاری میکنم و به نقطه ای وصل میکنم. یک ضلع پنج ضلعی من ایجاد شد. خب، بنابراین طول یک ضلع پنج ضلعی مشخص شد. حالا دهانه پرگار رو به اندازه این طول ضلع باز میکنم، نوک پرگار رو روی نقطه جدیدی که به دست آورده بودم قرار میدم و با همون دهانه پرگار یک کمان دیگه میزنم. بنابراین یک ضلع دیگه از پنج ضلعی رو جدا کردم. مجددا نوک پرگار رو توی این قسمت قرار میدم، یک کمان دیگه میزنم و ضلع رو رسم میکنم. به همین ترتیب پنج ضلعی منتظم حاصل شد. اما تمرین، نحوه تقسیم یک دایره به n قسمت مساوی رو شما عزیزان خودتون میرین کتب مرجع یا خودتون سعی میکنید روشش رو پیدا بکنید و به عنوان تمرین حل میکنید و انشالله جلسه بعد من با کمک راه‌های ارتباطی که وجود داره این تمرین ها رو از شما تحویل خواهم گرفت. بنابراین نحوه تقسیم یک دایره به n قسمت مساوی، یعنی رسم n ضلعی منتظم رو به عنوان تمرین به شما واگذار میکنم و همچنین نحوه تقسیم یک زاویه به n قسمت مساوی رو هم به عنوان تمرین بایستی شما خودتون در منزل انجام بدین و انشالله جلسه بعد از شما تحویل خواهم گرفت. ما تو این کلاس نیمساز زاویه رو گفتیم، حتی دو برابر کردن یک زاویه رو گفتیم. الان میخوام یک زاویه رو بتونید شما به n قسمت مساوی تقسیم بکنید، یعنی به 3 قسمت، به 4 قسمت، به 5 قسمت و بنابراین مراجعه کنید به منابعی که دارید و از اونها استفاده بکنید تا این روش این کار رو بتونید پیدا بکنید.